به منظور بررسی مقدمات زیارت عرفه و عید قربان در شهر مقدس کربلا، نشست امنیتی در استانداری با حضور مقام‌های عالی رتبه امنیتی عراق برگزار شد. همکارم در گزارش خود به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری هرچه مناسب‌تر مراسم روز عرفه و عید قربان اشاره کرده که با هم می‌بینیم. روز سه‌شنبه نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا و رئیس کمیته عالی امنیت، ریاست یک کنفرانس امنیتی مهم را به منظور بررسی آمادگی‌های این استانداری برای تأمین امنیت زیارت عرفه و ایام عید قربان بر عهده داشت. در این همایش که در مقر استانداری برگزار شد، مقام‌های ارشد امنیتی نیز حضور داشتند. سائر طائی، رئیس کمیته امنیتی شورای استانی، سپهبد علی هاشمی، فرمانده عملیات استان کربلا، جانشین فرمانده انتظامی کربلا، همچنین نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، مدیران بخش‌ها و برخی از فرماندهان یگان‌ها از جمله اعضای بلندپایه‌ای بودند که در این نشست امنیتی حضور داشتند. در این جلسه بررسی جامعی از طرح‌های امنیتی که با هدف تأمین امنیت و سلامت زائران و شهروندان در این مناسبت‌های بزرگ مذهبی تهیه شده بود، صورت گرفت. مقام‌های امنیتی در این نشست طرح‌های آماده شده برای ایمن‌سازی زیارت عرفه برای زائران شهر مقدس کربلا را بررسی کردند. در این نشست تدابیر امنیتی لازم برای تضمین تردد زائران در شهر مقدس کربلا در جریان مراسم پرشور مردمی در این رویدادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ساماندهی ترافیک و ایمنسازی مناطق حیاتی داخل شهر از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شهر مقدس کربلا به این دو مناسبت بزرگ مذهبی شاهد حضور سیلاسای جمع کثیری از مؤمنین و محبان اهل بیت علیهم السلام می باشد که برای انجام مراسم این روزها به زیارت حرم مطهر حضرت سید الشهدا می آیند. حرم مطهر امام حسین علیه السلام در این روزها شاهد حضور میلیون‌ها زائر است که از داخل و خارج عراق برای احیای مراسم مربوط به زیارت عرفه و عید قربان وارد شهر مقدس کربلا می‌شوند. علی‌رغم بالا بودن درجه گرما و ازدحام شدید، شمار زیادی از زائران در بین الحرمین گرد هم خواهند آمد و دعای عرفه را قرائت می‌کنند. زیارت امام حسین در روز عرفه از اعمال مستحب و قرائت دعای امام حسین در روز عرفه از معروف‌ترین اعمال عبادی در این روز محسوب می شود. محبان اهل بیت علیهم السلام در روز دهم ذی‌الحجه نیز نماز عید قربان را در جوار حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس برگزار می نمایند.